اشتباهی که خیلی داخل طراحی مو انجام میدن اینه که میان خیلی به صورت یک دست و یک نواخت از یک لول تیرگی استفاده میکنن و مثلا میان تمام تارهای قسمت های مو رو به همین صورت یک نواخت و یک رنگ خط میکشن و بعد اتمام کار میبینن که کارشون خیلی یک نواخت شده و حجمی نگرفت و همیشه براشون سواله که چطوری یک شخص حرفه‌ای میتونه به کارش حجم بده یعنی از چه تکنیکی استفاده میکنه که کارش حجم میگیره و طبیعی میشه تمام این نکاتی که نیاز دارین ما تو این ویدیو بهتون گفتیم و شما با استفاده از این نکات میتونین عین یک شخص حرفه‌ای تراحی کنین پس خیلی با حوصله تمام این نکات رو اجرا کنین تا موهایی که دارین خیلی طبیعی و جذاب بشه من اینجا تقریبا این حجم رو تموم کردم حالا یک مقداری میام خطوط تیره تر رو میکشم البته اینجا ببینیم این دسته مویی که داریم روی بقیه دسته های مو قرار گرفته و حالت روشن تره و دسته های زیرینش تیره تره این دسته ای مو رو من جدا طراحی کردم برای اینکه اگر توی تکنیک مداد بخوام اول بکشم تمام جاها رو یعنی تیره کنم و بعد بیام خطوط روشن رو طراحی کنم یک مقدار کارمون سخت میشه و مثلا اینجایی که کاملا روشن است بخوام اجرا کنم خیلی نمیشه با پاکون اون رو پاک کرد چون که مداد یک حالت روغنی داره و پاکون یک مقداری روی اون سر میخوره و به صورت کامل اثر مداد پاک نمیشه این که قسمت های روشن رو بعدا ایجاد کنیم بیشتر توی تکنیک زغال به کار میاد و تکنیک زغال رو توی پکیج های بعدی حتما بهتون توضیح میدیم به صورت کامل چیزی که الان داریم با هم کار میکنیم تکنیک تراحی مو با مداد و ابزارهای تراحی مداد هست توی مداد ابزارهای به نسبت کمتری داریم ابزارهای ساده تر همونطور که دیدین ما با دوتا مداد و یه پاکون این رو تراحی میکنیم ولی توی سیاه قلم تکنیک زغال ابزار بیشتری هست البته جلوه کار هم یک مقدار بیشتره چون همونطور که میبینی وقتی نور میتابه به مدل مدادمون چون مداد حالت روغنی داره یک مقدار باستاب نور کارمون رو کمرنگتر نشون میده و همین از جذابیت کار کم میکنه ولی توی زغال چون تیرگی مطلق و کدری داریم و باستابی دیگه اونجا وجود نداره خبری از باستاب نور و کمرنگ شدن مدل نیست و همین باعث جذابیت و برتری نسبت به مداد میشه و شما برای کم کردن این باستاب نور باید سعی کنید زاویه نوری که میتابین زاویه دوربینتون یک مقدار تغییر بدین تا این با حساب نورتون یک مقدار کمتر باشه و به حد اقل برسه. قسمت ها که تیره تره دوباره یک مقدار تیره میکنم. حالا یک نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که من از یک قلموی 11, 11 استفاده میکنم برای محو کردن اون دوندونهای مداد که توی کار ایجاد شده قلموی پارس آرت سری 11 شماره شمارش خیلی مهم نیست شمارش یه شماره باشه که بتونه جوابگوی کارمون باشه البته این حرکتی که دارم میکنم خیلی واجب نیست ولی اگر شما میخوین کارتون خیلی زیباتر جلوه بده میتونین از این تکنیک استفاده کنید این رو میشه با محف کن هم اجرا کرد ولی من این دوتا رو تست کردم و دیدم که با قلمو راحت تر این اتفاق میفته و اون حالت دوندونی مداد رو کاهش میده و یک سایه خیلی ملایمی هم زیر این قسمت های روشن ایجاد میکنه که خودش باعث جذابیت کار میشه این نوایی که موم متصل میشه به خود چهره میتونیم یک مقدار سایه بزنیم این سایه که حجم مو روی مدل مو میندازه در واقع و جز نکات خیلی مهمی هستش که توی طراحی مو حتما باید بهش دقت داشته باشیم چون این سایه تقریبا مرز رویش مو و صورت رو ایجاد میکنه و باعث طبیعی تر شدن این ناحیه میشه خیلی ملایم در جهت مو قلمو رو حرکت میدم نباید خیلی به صورت درهم بکشم و یا خیلی فشار بدم که خطوطی که طراحی کردم از بین بره فقط یک مقدار میخوام روی خطوط حرکت بدم تا اون حالت بافت دوندون بودن مداد از بین بره خب ما اینجا کارمون تقریبا به پایان رسیده پس تو این دوره با هم یاد گرفتیم که چطور از صفر به صد یک مدل مو برسیم و مدل به این زیبایی رو با هم طراحی کنیم اگر احساس کردیم که خیلی جا بعضی جاها رو تیره تر کردیم میتونیم از یک پاکون اتودی استفاده کنیم که من اینجا دارم و الان بهتون نشون میدم که به چه صورت میتونین از یک پاکن اتودی استفاده کنین به این صورت من دو طرف پاکن اتودی رو با یک کاتر بریدم و به این حالت درآوردم و یه سری خطوط روشن میکشم به این صورت این حرکت باعث میشه که خطوط خیلی روشنی که توی کار داریم و حین کار نتونستیم اجرا کنیم بتونیم ایجاد کنیم ببینیم من الان این پاکون رول تو این قسمت میکشم هیچ تأثیری نداره این همون نکته یه که درباره مداد گفتم که پاکون روش خیلی تأثیری نداره برای همین خیلی درباره پاکن پاکون اتودی توضیح نمیدیم بیشتر از این ابزار توی تکنیک زغال استفاده میکنیم چون اونجا راحت تر میتونیم به خواهش زغال رو پاک کنیم خب اینجا کار ما به پایان رسیده تو این دوره با هم یاد گرفتیم که چطور از یک تار مو به این مدل موی زیبا برسیم از یک تار مو شروع کنیم و دسته مو رو کشیدیم و سایه پردازی یک دسته مو رو با هم یاد گرفتیم و کم کم اون دسته های مو رو کنار هم قرار دادیم و به این حجم زیبا رسیدیم با هم یاد گرفتیم که چطور حجم سر رو مثل یک کره سایدار ایجاد کنیم که حالت سبودی به خودش بگیره و تمام نکاتی که درباره باره مو بود رو با هم یاد گرفتیم توی پکیج دوره جامع تمام نکاتی که برای بقیه اجزای صورت وجود داره توضیح دادیم این فقط یک بخش بود که ما از صفر تا صد مو رو با هم کار کردیم بقیه بخش ها رو شما میتونید با تهیه دوره به صورت کامل و به این زیبایی یاد بگیرین نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال کنین و امیدوارم که از این دوره خوشتون اومده باشه و راضی بوده باشین